الو، الو، سلام. درود بر شما آقای بهادر. بله، خدا خواهش حافظ. میکنم، خواهش شما. بانو میترا بابک صدای شما رو میشنوند، بفرمایید. ممنون، مرسی. سلام پیام خانم دکتر. سلام عزیز دلم، جانم، خوب شما سلامتی. من دو تا سوال داشتم از راهنمایی خواستم ازتون، مزاحمت شدم. از اون موضوعتون که من 4 ماه پیش به انگلستان مهاجرت کردم. از اون موضوع شما که من برای زبان خوندن مشکل دارم، نمیتونم مثلا زبان خوب یاد بگیرم، بعد اون پشتکار لازم ندارم، بعد یکی هم که میخوام ارتباط برقرار کنم با مخصوصا با جنس مخالف دختر، اونم به مشکل دارم. مثلا من دو تا مشکل هم گفتم از اون راه های بگیرم. عزیزم بهادر جان، کجای لندن هستی؟ نه، نیوکاسل هستم. نیوکاسل هستی، اوکی. گفتم اگه لندن بودی میومدی سمینار، دو تا سانده اول ماه داریم اونجا، خیلی میتونستم کمکت کنم اونجا. اما بریم سراغ اول، سوال اولت در مورد چه مدتیه که اومدی انگلستان؟ من 4 ماه. 4 ماه، اوکی. بهادر جان حواست باشه همش 4 ماهه، چون همش 4 ماهه و شما خیلی عجله داری که زودتر زبان یاد بگیری، این باعث میشه که استرس و اضطراب بهت وارد میشه و اون قسمت حافظه مغز بلاک یا بسته میشه و آدم شدیداً میترسه، فکر میکنه که وای خنگم، وای من نمیتونم یاد بگیرم. به اضافه اینه که مغز در حال آموزش هست. زمانی که ما مهاجرت میکنیم و توی فرهنگ و زبان دیگه‌ای به کشور دیگه قرار میگیریم، فیزیکی قرار میگیریم، مغز اتوماتیکلی داره خیلی از کلمات رو میبلعه، ولی ما ازش اطلاع نداریم، به صورت سابکانشس یا عنصر ناخودآگاه. اگر شما برید روی یوتیوب من بنویسین یادگیری زبان، برید روی یوتیوب من چند تا آموزش مختلف رو دادم، تکنیک های مختلف رو دادم اونجا که چجوری شما میتونین آموزش بگیرید، چجوری میتونین زودتر زبان یاد بگیرید، یادگیری زبان دیگر رو یاد بگیرید. اونو حتما گوش بکنین. به اضافه اینه که الان یه مقدار سری من یه صحبت هایی با اتون میکنم. پس در درجه اول شما باید یه فاصله و زمانی به خودت بدی. بهترین کار اینه که با دوستای ایرانی داشته باش، ولی زیاد باهاشون در ارتباط نباش. سعی کن دوستای خارجی حتما هم نباید انگلیسی باشن، نیوکاسلیام لهجه خودشون رو دارن، مهم نیستش. بعضی وقتا حتی با غیر انگلیسی اگر صحبت بکنی آسونتر و راحتتر یاد میگیری، برای اینکه اونا هم آروم حرف میزنن و بعضی وقتا آدم بهتر یاد میگیره ازشون در ابتدا. ولی نیوکاسلیا چون لهجه خودشون هم دارن، ممکنه که یه خورده برای شما سخت باشه. به اضافه اینی که ایرانیا اصولا لهجه آمریکایی رو خیلی بیشتر باهاش آشنا هستن و لهجه آمریکایی رو هم خیلی بیشتر دوست دارن و وقتی که میان انگلستان خیلی سخته براشون بفهمن که اصلا اینا چی میگن، چون فیلم‌ها همه اکثر فیلم‌ها انگلیسیه به لهجه آمریکایی، گوش ما عادت داره به لهجه آمریکایی. سوم، من حالا مزاح دارم میکنم، البته یه زن شوهری اومده بودن پیش من از یه کشور دیگه ای که نمیگم حالا کدوم کشور، بعد این خانم خیلی عصبانی بود از دست شوهرش، میگفتش که 20 سال تو این کشور هنوز یه زبان یاد نگرفت، زبان اینا رو یاد نگرفته، یکی از ایراداش بود. بعد آقا هم خیلی شوخ بود، برگشت گفتش که خانم خب شما نمیذاری ما زبونمون بعد به زبون یه فلان کشور بخوره تا زبون من واشه، تو هم نمیذاری این زبون. و خلاصه کلی ستاییمون خندیدیم، چون این خانم عادت داشت به شوخی های شوهرش. اما شما مجردی، شما اگر دوست بگیری، حالا حتما دوست دختر، نه دوست پس، دوست مرد، دوست زن، دوستای خوب دور و بر خودت جمع کن، اسمارت باش، سعی کن با غیر ایرانی صحبت بکنی. اگرم دوست دختر میخوای بگیری دوباره هیچ اشکالی نداره دیگه، زندگی خودتونه، چرا که نه. چون این باعث میشه که، چون اون ایرانی نیست، این باعث میشه که شما خیلی زودتر زبانت را میفته.
به اضافه اینه که خب لایف خودت هم داری، اصطلاحات متوجه میشی، خیلی چیزها رو یعنی زبانت زودتر از حد معمول را میفته وقتی دوستای غیر ایرانی داشته باشی، چون مجبور میشی که با اون زبان صحبت کنی و خوشبختانه در کشوری وارد شدی که اینا به فارنر یا خارجی عادت دارن، هرگز مسخره نمیکنن اگر آدم بلد نباشه و تعجبم اصلا نمیکنن، خیلی هم سعی میکنن با آرامش به طرف بفهمونن. دیکشنری یا تلفنت هم که تو دستت باشه، اسمارتلی حواست باشه کلماتی رو که احساس میکنی که نفهمیدی یه یادداشتی بکن توی دست خودت، توی تلفن خودت یا توی دفتر کوچیک برای خودت تهیه کن. به فارسی هم اگه خواستی حتی به فارسی اونو بنویس، اگر که سخت برات به انگلیسی سری بنویسی که بری اون کلمه رو معنیشو پیدا بکنی. سه چهارم یادت باشه هرگز نشین دونه دونه یه متنی رو ترجمه کن، هرگز این کارو نکن، تو خیلی کار غلطیه. بشه یه متن رو بخون بین خودت و خودت که نشستی، یه متنی رو بخون ببین چقدر از این متن متوجه شدی، بعد اون بعدن اون وقت کلمات کلیدیش رو سعی کن ترجمه بکنی و نه کلمه به کلمه شو، چون اگه کلمه به کلمه ترجمه کنی وقت تو تلف کردی، آخرم خیلی زبان سری را نمیفته. بعد یه چیز دیگه، یه کی دیگه یا تیپس دیگه اینه که یادت باشه هرگز خجالت نکش از این که انگلیسی بلد نیستی، هرگز. یادت باشه که شما فارنر هستی، 4 ماه پاشدی اومدی و همه مردمی که دور برت هستن وقتی بهشون بگی 4 ماه اومدیم لبخند میاد رو لباشون که خب معلومه انگلیسی بلد نیستی دیگه، یعنی کسی ازت ایراد نمیگیره که چرا انگلیسیت خوب نیست. هرگز خجالت نکش از این که انگلیسیت ضعیفه و سعی کن یه مثلا موضوعی رو که میخوای بفهمونی به طرف، اگر کلمه‌ش رو یادت نیومد سعی کن به یه روش دیگه با کلمات دیگه به طرف بفهمونی منظور چیه. این کار خیلی کمکت میکنه، در درجه اول اعتماد به نفس تو خیلی میبره بالا، شاینس و خجالت تو میاره پایین و در کنارش هم دیگری ازت خسته نمیشه، متوجه میشه که تو چی داری میگی. دومین سوالت رابطه اجتماعی بود که تو قسمت اول جواب سوال اولت غیر مستقیم من بهت یه هینتی زدم که ببین اومدی تو کشوری که خوشبختانه خیلی جلوه‌گریشون خیلی کمتر از در ایرانه، متاسفانه در ایران دخترا و پسرا جلوه‌گریشون خیلی زیاد شده، همچشمی بازیشون خیلی زیاد شده، کیفیت انسانی خیلی متغیر شده، بیشتر به ماشین طرف نگاه میکنن، بیشتر به پول و جیب طرف نگاه میکنن، ولی اومدی الان توی کشور و شهری که خیلی کم رنگتر این مسائل و مثل دخترای شرقی هم نیستن که شما به محض اینکه باهاشون سلام علیک کردی بپرن تو رخت خواب، ولی میگم همه دختر شرقی اینجوری هم، ولی متاسفانه خیلی ها اینجوری شدن. و به اضافه اینه که اگرم به فرض بیاد توی رخت خواب با شما، بعدا تو سرت نمیزنه که تو من گول زدی، تو من قول دادی، چرا کارا رو ندارن، این بازی ها رو ندارن. اگه دلشون بخواد با شما دوست میشن، اگه دلشون نخواد با شما دوست نمیشن. شما در ابتدا دوستی رو شروع کن، دوستی و نه دوست دختری. وقتی بر ابتدا دوستی رو شروع بکنی و اونا احساس بکنن که کاراکتر شرقی نیستی که فقط اومدی لذت جنسی ببری و بری، پس شخصیت داری برای خودت، خیلی متفاوته و جذابترت میکنه برای هر در هر جای دنیا. یادت باشه آقایون اگر اون لهله جنسیشون رو نشون ندن به خانوم یا هر خانومی، جذابیتشون حتی اگر اصلا خوش تیپ و خوشگل هم نباشن، باور کنین جذابیتشون برای همه خانمای دنیا خیلی بیشتر میشه تا مردایی که هیزن و لهله جنسی میزنن. حتی زن تن فروش هم از مرد هیز، من بارها تلویزیونم گفتم، حتی زن تن فروش هم از مرد هیز بدش میاد. وقتی شما تو رابطه شروع بکنی، کلاس زبان میری، توی حالا نمیدونم چه زندگی اجتماعی تو این 4 ماه چجوری بودی توی نیوکاسل، سایک بعد شرکت کنی، بعد بری کلاب میخوای بری، هر جایی که میخوای بری، یا دانشگاه داری میری یا کلاس زبان داری میری، دعوت کن
دعوت کن، اینا فقط یه کافیه فقط بهش طرف بگی حالا چه خانم چه آقا فرق نمیکنه، قشنگ بهش بگو چی فکر میکنی بریم یه کاپ اف کافی بخوریم، یه چایی بخوریم با هم دیگه، یا به خود دوستای مرد غیر ایرانی هم تا که هم کلاسیات بگو بعد از ظهر چیکار میکنین، دوست دارین کجا با هم بریم. دوستی تو شروع کن، دوستی تو با آقایون شروع کن، این بهت کانفیدنس میده، این بهت اعتماد به نفس میده، در کنارش حرمت نفست هم میبره بالا، قسمت شاینس و یا شرم و خجالت تو کمرنگ میکنه، و دوستی با دوستای همجنس خودت باعث میشه که از طریق اونا با دخترهای دیگه آشنا بشی، با دوست دخترها و دوست دوست دخترهای اونا آشنا بشی، یه زندگی اجتماعی برات درست میکنه. یه جاهایی هم یادت باشه بعد دستت بره تو جیبت که اینا جذابتر نشون بدی، دوستتو دعوت میکنی مثلا یه کافی رو خودت بده، کافی رو فکر نکن دیگه تا آخر عمر کافی رو تو باید بدی، اینا حواسشون جمع به این مسائل. بعد یه رسمی که تو انگلیس هست، وقتی که یکی مثلا یه مشروب براش میخره، رسم اینجا اینه که دومین مشروب اون یکی باید بخره برای تو، یعنی یر به یر میکنن اینا، این رسم رو دارن. ولی شما شروعش رو شما بکن، حالا من نمیگم مشروب، هر چیزی که شما دوست داری دعوت بکن، یا خونه یک غذای ایرانی درست بکن، دوست تا از دوستای مرد تو حتی میتونن دوست دخترشون هم بیان، یعنی باید جذابیت انسان دوستی و همچنین فرندلی بودن تو نشون بدی که چقدر کاراکتر گرمی هستی، چه کاراکتر ورمی هستی، و همین باعث میشه که هم زبانت بهتر میشه، هم ممکنه که بتونی یه دوست دختر خوبم پیدا بکنی تا زبانت هم بهتر بشه و اعتماد به نفست هم بیشتر بره بالا. و گود لاک، هر وقت هم که اومدی لندن حواست باشه تو وبسایت من برو، دو تا سانده اول هر ماه من سمینار دارم که موضوع اون اولا در مورد استرس. سه شنبه هر ماه؟ نه یک شنبه، دو تا یک شنبه اول هر ماه، یک شنبه اول هر ماه. بله اشتراک تو هم نگو بیارت میکنم. بهادر، آره حتما بهادر جان، حتما برو روی یوتیوب برنامه، اون برنامه رو که تلویزیون صحبت کردم اونجا هم بیشتر تیپس های مختلف دادم، اونجا هم اونا رو هم گوش کن. باشه، good luck عزیزم، good luck. سپاسگزارم اوقاتتون خوش. بعد شما در مسئله. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم اوقاتتون خوش. خدا نگهدار.